فراخ فرق میکنه. ایشون سروده های زیادی داره، در محفلش بزرگان و کوچکان بسیاری شرکت کردم تو اون خونش، ولی بخشی از یک سرودش من براتون میخونم که شما تعجب میکنید که یک سید، یک عرب، عرب زاده خودش بیاد چنین شعری بگه، درست مثل آیت الله جزایری که براتون شرح دادم. جزایری را برید دنبال کنید ببینید چی میگه در مورد عرب، خود قرآن هم به عرب میزنه خشونتش اینا، ولی این عمومیت نداره. ما کل جهان عرب نمیگیم، ما اونایی میگیم که اومدن سربازای ما رو زنده زنده، قواسای ما رو انداختن تو آب کشتن، ما به اونایی میگیم که دخترای ما رو بهشون تجاوز کردن، آویزون کردن از چراغ برق، تکاورهای ما رفتن اینا رو آزاد کردن. الان همونها توی ایران به نام حجتی، جبهه پایداری، روحانیت دارن بر شما حکومت میکنن. الان در ایران بعضی ها دارن بر شما حکومت میکنن، همون عرب هایی که ایشون بگو خانم چی میگفتی مادر؟ ما را چه کار گر عربی را عرب بکن، کاری تو را به کار زمان و فهم مباد. من از تبار عالی کسرای عابلم، فقرم به غیر این حسب و این نسب مبا. جاوید شاه برد. میگه یا رب، یا رب، نمیگه الله، میگه یا رب خدا، عرب مباد. کی میگه؟ سید محمود فرخ داره میگه یا رب عرب مباد و دیار عرب مباد. کی داره میگه؟ زمان پادشاه هنوز، جنگ ایران عراق نشده، داعش نیامده، طالبان نیامده. میگه این مرز شوم و مردم دور از ادب مباد، این پا و سر برهنه گروه پلید را، غیر از کفن بران تن تیره سلب مباد. سید محمود فرخ داره میگه هرگز به غیر خون پلید عرب روان، از دجله و فرات به شط العرب مباد. بله، شط العرب، دجله و فرات، چند صد هزار نفر از جوانای ما رو اونجا کشتن. حلبچه بمب شیمیایی انداخت صدام حسین، چندین هزار ایرانی نازنین ما، کردها و گردهای دلیر ما رو کشت. درست داره میگه، زر نزنه کسی بگه نجات پرستی بیت عرب، مگه اونا الان دارن میکشن دختر ما رو، هیچی نشده، گردن میزنن، کتک میزنن، تجاوز میکنن. اینها همون بعثی ها هستن دیگه، همون عرب. امتون عربیتون واحده ذات رسالتون خالده، این شعار حزب بعث عراق بود و هست. وان کو به امر اجنبیان شد امیرشان، یعنی اجنبی ها امیرش کردن، جز بعد مرگ نام وی اندر خطب مباد. بغداد و کاظمین و نجف باد واژگون، ما رو واژگون کردن. این نجات پرستی نیست، دارین حقوق میدین به اینها شما، به جای که حقوق بگین برای جانبازان ما، برای که خسارت های میلیارد دلاری که جهان سازمان ملل تصویب کرد از اینا بگیرید. رفتید دارید تو عراق مسجد و بیمارستان و دانشگاه و استادیوم ورزشی دارید میسازید، مردم ما پابرهنه و گرسنن. بعضی های حاکم بر ایران، این قبل از این که شما انقلاب سیاه رو بیافرینید، گفته محمود فرخ و سدلیتون هم اونجا میبینین تو محفل ها میرفت مینشست. اون موقع در کربلا به غیر کرب و بلا مباد، هن ای عجم زگور عرب، هن ای عجم زگور عرب. خود چه دیده ای دیگر تو را هوس این بل عجب مباد. ما را چه کارگر عربی
را عرب کشت. گر عربی را عرب کشت، ما را چه کار؟ کاری تو را به کار سنان یا وهب مباد. این خانمی که براتون گذاشتم که این سروده رو میخونه، چوی مشهد میخونه، با اون سن بالا میخونه، با اون شجاعت میخونه، همه تونم میدونم این رو گوش کردین دیدین، چون چند بار خود ما پخش کردیم، اونقدرم پخش شده که همه دیدن، چون قدیمیه یه کار بانو. امیدوارم سرحال و زنده و سلحشورانه با ما باشه. این شعر مال سید محمود فرخ خراسانی، پدر آقای جواهری و داماد وهابزاده های مشهدم. عزیزان من، دین عرب همان عربان را بود به کار، که الانم به کار نیست. الان خودمون اون دین ندارین که تا دارین تو ایران دارین بچه های ما رو جزغاله میکنید به خاطر اون خرافات دینی. جز دینه کی میگه؟ سید محمود فرخ خراسانی، خیابان جهانبانی مشهد، سراح جم. خونه زیباشو برید ببینید اگه خراب نکرده باشن. جز دین زرتشت عجم را طلب مباد. هرچند نسبتم به بزرگ عرب دهند. میگه منو میگن سید محمود فرخ، نسبت منو میدن به بزرگ عرب. میگه هرچند نسبتم به بزرگ عرب دهند، گویم کسی چون من به عرب منتسب مباد. من از تبار عالی کسرای عادلم، فخرم به جز بدین حسب و این نسب، یعنی کسرایی، آریایی، ایرانی، زرتشتی، اوستایی، میگه مباد. سید محمود فرخ خراسانی مشهد میگه نوش لادن جان، کجایی لادن؟ بگو چه برای سر خونه بابا بزرگ اومد؟ مرکز فرهنگی باید بشه اونجا. شنیدید اینو؟ بس دیدید که جریان ضدیت آریای ایرانی با سادات تازی جنایتکار که تا همین الان دارن جنایت میکنن و آهوی دریایی ما رو به جایی که سر دست بلند کنن. بی شرف ها، شما بهش حمله کردین، این دکتر لباسی کشیدید شما از تن بیرون، شما لباسش از تن کشیدید بیرون، بی شرف های تازی، و یک ماشت انسان های چه بگویم شما نفرین شدگان، اونجا تماشا میکنید، یارو اومده میگه بجده تماشا میکنید. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیزارم از دین شما، بیزارم از دین شما، با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، نفرین به بزنید اینها رو، بزنید. از قدیم گفتم، الان خود رهبرشون گفت که مزاحم اینا نشید، اذیت نکنید اینا. خود رهبرش الدنگ اینها گفت. چرا شجاعت ندارید، گستاخی ندارید؟ از سید محمود فرخ ها بیاموزید که با افتخار میگه من نسبت به عرب و تازی و بنی فلان و اینا میدن. ندید، فخرم به جز به دین حسب و این نسب مباد. جز دین زرتشت عجم را طلب مباد.
از خانه خواسته که از همه گذاستم تنین با بزرگیم که رمزین ببین کنار یه خواستم چه دل چه دست میزنم برای خواب چشم تو نوای خسته میزنم شمم و گاه واپسی عشق تو شعله میکشم دفنم و گریه میکنم منتظر نوازشم دفنم و گریه میکنم منتظر نوازشم خواستم یک گلپایی برای خودش تو این فامیل درست بشه و من اینو به وجود آوردم. خوشبختم که تونستم دل مردم رو به دست بیارم. 40 ساله من به همه کار خواستم بر علیه من بکنن ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونا که بد بودن با من. من نمی‌دونم چه خصوصی، چرا، چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم. اگر اونا بدی کنم بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که